یک نکته مهم رو میخوام اینجا روشن کنم، و اون اینکه تصور بکنید سوفوکلس متوجه بوده که مخاطبان کاملا داستان رو میتونن، پس نمیخواد براشون داستان سرایی بکنه، مخصوصا کاری که از خلوص کرده بود نکته مبهمی در سرگذشت اولیپوس برای مخاطبان آتنی وجود نداشت. از اینجا در یک نگاه کلی به نمایش اولیپوس متوجه میشیم طرح نمایش قرار نیست به صورت داستان سرای خطی باشه، پلات یا طرح داستانی به این صورت که توطئه چینی بشه، معما و حل معما باشه تا این که خطاکار شناخته بشه. پس طرح چی هست؟ نمایش با ورود شهروندان به جلو کاخ شاهی، اینا ملتمسین هستن به که بیا به ما کنن، چون مصیبت شهر، این مصیبت مرگ و میرها هست، خشک شدن زمین هست، بیمحصولی هست، قحطی هست، یعنی مجموعی از این باعث شد که وحشت در شهر حاکم بشه و حالا آمدن پیش شاه که ما رو نجات. توجه داشته باشیم که حفظ نسل و حمایت از شهر وظیفه شاه در فرهنگ اسطوره‌ای. در واقع شاه بارویی است که شهر زیر سایه اون به آرامش خودش ادامه. اگر مصیبتی متوجه شهر بشه، این باروز که باعث از شهر نهد و اگر تونه دیگه مشروعیت نهد. یک وجهی جالب توجه نماشنان اولیپوس تمایز بین آلسیا و فاینستایل هست. اما این تمایز چیه؟ در فرهنگ یونانی ما یه آلسیا داریم حقیقت، یه فاینستایل داریم یعنی زاد. فنومن در فلسفه اروپایی یا بعدا در کانت با این واژه زیاد رو بروی بشید، از همین واژه فاین استفاده شد. فاینو که بعدا هم حالا در اینجا ببینید به صورت فعل، اصل این فاین استفاده روشن کردن. واژه فانوس ما هم از همین میاد. فاین استفاده اون چیزیه که ظاهر روشنه، به چشم میاد. سوال اینجاست، آیا این چیزی که ظاهره به چشم میاد آلسیا هم هست یا نه؟ در نگاه یونانی لزوما این دوتا یکی نیستن، بلکه عمدتا در تعارض با هم دیگه هست. آینستایی اون چیزی نیست آلسیا هست و آلسیا اون چیزی نیست که آینستایی هست. انسان در وهله اول با امر ظاهر رو میشه، بایستی تلاش بکنه از پس آینستایی بر بیاد و به آلسیا برسه. از این جهت مسئله دانش یا دانایی یک عنصر کلیدی میشه و در واژه مثل متیس طرح و توطئه و تدبیر تنگاتنگ میشه. شما برای کس پس فاینستایی بر بیایید باید طرح و تدبیری داشته باشید، یک جوری فریبکاری داشته باشید. بعدا در زبان عرصی متاهدوسی داشته باشید، یعنی به دنبال راهی داشته باشید که شد متو، یعنی یک روشی داشته باشید. همینجوری نمیتونید از فاینستایی عبور کنید به آلسی برسید. ببینید رابطه ی آلسی ها فاینستایی نقطه اسمش آگاهی هست. نمایش اولیپوس سوفوکلس کل نمایش ارتباط فاینستایی و آلسی هست. در ابتدا شما اودیپوس میگه که پادشاه عزت و احترام داره، قدرت داره، ادامه نمایش نامه دنبال خطاکاری است، این خطاکار که خودشه. بنابراین شما اون فاینستایی که اول میبینید اودیپوس آلسیا نیست، آلسیا کسی است که در آخر نمایش میبینید، کور بیچاره است و اساسا راهش رو به سرزمین بیگانش میدانه میپید. در واقع ما دو تا اودیپوس داریم، یه اودیپوسی که به نظر میرسه، یه اودیپوسی که آلسیا هست. همه دست در آخر نمایش هست. نمایش اودیپوس سوفوکلس روند تحول از ظاهر به حقیقت هست، کشف حقیقت هست. کاری که سوفوکلس داره میکنه بازگو کردن داستان نیست، بلکه بازگو کردن حقیقت هست.